میبره. شما چرا بیرون از کنگره هستین؟ چون وقتی تو میگه من ایران فدرال میخوام و یک مثلا اتحادی از همه ملت‌ها به وجود اومده برای یک ایران فدرال، چون اساسا تو نمیخوای فدرالیست، نمیتونی فدرالیست باشی در کردستان تنها و ایران فدرال بکنه، چون ایران داره چندین ملیت هستش و هیچ کنه ملتی اکثریت نداره. اینجوری نیست که ایران مثلا متشکل از ملت فارس و کرده که فارس و کرده مسئلهش خوشحال بکنن بعدا مثلا حل میشه. الان خود مثلا خیلی فکر میکردن آذربایجانی و فارس با هم دیگه اصلا بقیه ایران رو کنترل میکنن، ولی اون اتحاد هم شکسته و اون اتحاد هم اتحاد سالمی نبود. به همین دلیل مردم آذربایجان از اون اتحادی قبلا بود و یا در رژیم کنونی وجود اومده، حتی خیلی از مقامات رژیم هم آذربایجانی بودن، نتونستن اونو ادامه بدن. این شکل نیستش، یعنی مسئله این نیستش که بلوچستان و فارس باید مسئلهشون حل بکنن، بلکه باید مسئله ایران فدرالیسم حل بشه و این کنگره ملت ایران فدرال اون مشخصا اون به اصطلاح به قول انگلیسی میگن اون بادی هستش، اون جایی هستش، اون مکانی هستش که بشه اصل کثرت‌گرایی ایران رو مطرح کرد و اصل این که ایران به یک کشور فدرال تبدیل بشه. چون تبدیل کردن ایران به یک کشور فدرال یک چیز سرتاسری میخواد و این چیز سرتاسری باید همون متشکل از ملت بلوچ، کرد، ترک، عرب و ترکمن و بخشا ملت فارس باشه که بتونن این ایران فدرال رو ایجاد بکنن و باید همه نیروهایی که در خارج از کنگره هستن و ایران فدرالی میخوان در کنگره عضو بشن و یا کنگره باید سعی بکنه اونایی که در خارج از کنگره قرار گرفتن به یک شکلی وارد کنگره بکنه. اگه مسئله اهمیت اولویتشون مسئله فدرالیسم، میدونید در بین سازمانهای ایرانی دیگه مثلا اتحاد فدایان ایران اونها هم فدرالیسم اخیرا در برنامه اساسنامه خودشون قبول کردن، ولی شاید مسئله فدرالیسم و مسئله ملت‌ها اصل موضوع اونا نیست، یک سری مسائل دیگری برای اونا اصل موضوع هستش. میتونه با اونا مثلا یک اتحاد دیگری به وجود بیاره آدم بعدن که میتونه با اونا کار بکنه و بخشن با نیروهای دیگه، حتی میتونه در بین نیروهای مشروطه خواه نیروهای پیدا شدن که از فدرالیسم حمایت میکنن. امروز مثلا رضا پهلوی میاد میگه که ایران یک ملت نیست بلکه چندین ملت و یک ملت و ایران باید یک فدرال تشکیل بشه. حتی کسای نیروهای راست ایرانی و اون افراطی‌گرای فارس و یا ایرانی فارس یا هرچی هستن یا ایرانیای کلا که پان ایرانیست و یا حزبی طلب ایرانی هستن بر اساس زبان و مذهب فارسی و شیعه و اینا، اونا میان حتی رضا پهلوی رو هم به عنوان یک تجزیه طلب و مخالف تمام طرزی ایران بررسی میکنن. میبینیم که این داره معقولیت پیدا میکنه. چیزی کنگره ملت ایران فدرال و بخشان بخشی از این سازمان های ملت ها مطرح میکردن، اینا داره امروز در ایران معقولیت پیدا میکنه و این خودش میتونه در آینده اون روند اتحاد بین نیروهای مختلف در ایران رو تسریع بکنه و اینا رو با هم دیگه نزدیکتر بکنه. آقای بولدی، اگه بخوایم به مسائل بین المللی ایران بپردازیم، شما وضعیت تحریم های ایران رو و روند این تحریم ها رو چگونه ارزیابی میکنید؟ یعنی آیا این تحریم ها تونسته تا به حالاش تأثیر خودش رو بر اقتصاد ایران و بر رژیم ایران بذاره؟ تحریم خود این رژیم و آمدن این رژیم و حاکمیت این رژیم تأثیر منفی روی اقتصاد ایران داشته از اون ابتدا، چون این دولت به قول آقای خمینی اقتصاد مال خری از اون ابتداش هم نتونسته برنامه اقتصادی داشته باشه و کسایی مثل خاتمی هم که ادعای به صلاح رفاه اجتماعی و برابری اجتماعی میکردن اونا هم هیچکنه برنامه اقتصادی نداشتن و همینطور آقای احمدی نژاد. ولی این مشکلات اساسی جامعه ایران، این وضعیت عقب افتادگی اقتصادی سیاسی ایران ربطی به مسئله تحریم‌ها نداره، بلکه سیاست کلی رژیمه که امروز وضعیت اقتصادی ایران خرابه، از لحاظ بین‌المللی در روابط خود از لحاظ اقتصادی قرار نگرفته. ولی به هر حال در این دنیایی که امروز ما زندگی می‌کنیم، چون می‌دونیم که اقتصاد همه با هم وابسته هستن و سرمایه گذاری باید در جامعه بشه، از داخل جامعه خودش، از نیرو امکاناتی که داخل خودش داره و از خارج هم باید. مثلا جامعه مثل آمریکا که میلیاردها دلار در جامعه دیگه سرمایه گذاری کرده، سرمایه گذاراش، ولی در ضمن سعی میکنه سرمایه چین رو جذب خودش بکنه، سرمایه کشورهای خلیج رو جذب خودش بکنه، حتی اروپا رو جذب خودش بکنه و ژاپن هم، تو ژاپن هم سعی میکنه، چون این رقابتی هستش. ایران در این رقابت و میبینیم که مثلا ترکیه چقدر سرمایه جمع کرده در جامعه خودش و امروز میبینیم جامعه پیشرفته تری داره تبدیل میشه. کشورهای خلیج که در همسایگی ایران هستن و ایران از اقتصادی خیلی بونه وابسته است، اونا هم تا چند اندازه تونستن اقتصاد خودشون اگر پول خیلی بیشتری دارن نسبت به جمعیتشون، ولی سعی کردن که پولایی که از کشورهای دیگه بیاد اونجا، از خود ایران، از پاکستان، از هند، از اروپا و از آمریکا و حتی از چین، اینه که اینا دارن این کار انجام میدن. خود به خود این تحریم هایی که در ایران هستش روابط اقتصادی ایران رو خراب میکنه
خرید برای ایران گرانتر میکنه، مشکلات رو برای مردم ایران بیشتر میکنه و مشکلات رو خوب دولت ایران مشکل نداره، اصلا قبلا مشکل نداشته با این مسائل، چون او قاعده آقای احمدی نژاد که برات بالا هستش و مشکل نداره، غذاشو هم میدن و مثلا بچه‌ش هم تامین هستن، ولی مردم ایران از قبل هم این مشکل داشتن و این تحریم‌ها خب مسلما یک بخشی از رژیم رو هم هدف قرار داده و اینا میتونه در جهت به اصطلاح میدونیم که خیلی از پروژه‌ای که سپاه پاسداران داشته به این دلیل بسته از سرمایه‌گذاری در نفت، سرمایه‌گذاری در گاز و پروژه‌ای که رو خریده بودن خودشون پولدار بکنن، وضعشون بهتر بکنن، اونا همه فعلا بسته شدن. اینا مسلما فکر می‌کنم با توجه به هوشمندی که دارن اون بخشی از سپاه پاسداران و دولت رو دارن، اونا رو دارن تحت تاثیر قرار میدن و مسلما در بخش‌های دیگر هم در جامعه ایران اینا تحول ایجاد میکنه و میبینیم که در آینده به چه شکلی اینا در جامعه ایران تحول ایجاد میکنه. ولی مسلما مشخص مسئله هستش که وضع اقتصاد ایران در این شرایطی بوده که این بدبختی که برای مردم ایران از وضع گرانی اومدن، اینا روزانه اومدن ولی به شکل تدریجی اومدن، مردم دارن خودشون رو عادت دادن. یعنی شاید اون تأثیری رو که جامعه جهانی میخواد داشته باشه صرفا خود تحریم مثلا با یک پای تحریم نمیشه رژیم رو به اصطلاح مجبور به تغییر رویه داد، تغییر رفتار داد و یا در ایران یه تغییر ایجاد کرد در جهت به اصطلاح دموکراسی و یا دولت مسئولی، این تحریم‌ها زمانی میتونه تاثیرگذار باشه که در ایران یک اپوزیسیون متحد وجود داشته باشه برای این رژیم و یک به اصطلاح حمایت بین‌المللی از این بشه و یه حمایت این بتونه به اصطلاح در درون خودش سازماندهی بکنه و هم بتونه که از لحاظ بین‌المللی رژیم ایران رو تحت فشار قرار بدن، از سازمان‌های بین‌المللی بیرونش بکنن، روابط بین‌المللی رو که این رژیم هم داره اونا رو هم کم کنه، نه تنها روابط اقتصادی رو، اون روابط سیاسی رو هم اینا هم کم بکنن، اون موقع هستش که این رژیم میتونه تحت فشار بیشتری